یک نویسنده فرانسوی نسبت به افزایش نامگذاری نوزادان با نامهای اسلامی و تغییر فرهنگی و جمعیتی در فرانسه هشدار داد و تئوری جایگزینی بزرگ را مطرح کرده است او که یک راستگرای افراطی است ادعاهای عجیبی را مطرح کرده که مورد بررسی رسانه ها قرار گرفت همکارم علی اکبری گزارش می‌دهد اریک زمور نویسنده و نامزده جنجالی ریاست جمهوری فرانسه میگوید امروز نزدیک به یک چهارم نوزادان در این کشور نام اسلامی دارند و این در حالی است که در سال 1960 یک درصد نام اسلامی داشتند زمور این پرسش را مطرح می کند که تعداد این نوزادان فردا چند درصد خواهد بود وی نسبت به تغییر بی سابقه فرهنگی جمعیتی و انسانی فرانسه هشدار داده و تئوری جایگزینی بزرگ رنو کامورا مطرح کرده است روزنامه فرانسوی فیگارو بر اساس این اطلاعات این پرسش را مطرح می کند که آیا آنچه زمور در کنفرانس خود در شهر ویلپنت ارائه کرده درست است؟ به خصوص که این آمار به مؤسسه آمار و مطالعات اقتصادی به عنوان یک نهاد رسمی منصوب است. در بررسی این موضوع مشخص شد که این مؤسسه به یک دلیل ساده مانند سایر نام های مسیحی، یهودی و بودایی سرشماری از نام اسلامی انجام نداده است. این دلیل ساده این است که آمارگیری نژادی و قومی و مذهبی در فرانسه ممنوع است. بر همین اساس این موسسه اعلام نکرده که 22 درصد از نوزادان تازه متولد شده در فرانسه اسامی اسلامی دارد اگرچه یک پرونده کامل از این مسئله هر سال منتشر می کند که همه اسامی گذاشته شده در آن آمده است این پرونده با گروهی از اسامی کوچک و نادر آغاز می شود و با نام کوچک زینب به پایان می رسد که 670 هزار سطر در صفحه اکسل است. اما مقامات مسئول غیر از این مؤسسه از داده های آماری برای مطالعه اسامی کوچک که منشأ قومی و مذهبی دارند استفاده کردند.